سلام لیور کینگ. سلام به دوستان گل گلاب گلابتون. ما برگشتیم با یه اپیزود جدید دیگه. بله چه خبر؟ عالی. سلامتی؟ خوبی؟ خوشی؟ میخوای یه ذره گرمش کنم؟ باشه. نگفتم که... سرده. به من توفیدید. سوزو پیدا کنید. شما صحبت کنید. چی میگفتی؟ اصطلاح چی بود؟ یه جدار سوز میاد. یعنی ببینیم کجا داره سوز میاد. آقا این کامنتو خیلی من تو طول هفته میگیرم. که هر هفته که چرا ما اسپانی صحبت نمی کنیم؟ ای بابا نمیشه نمیشه سخت. از کی میگیرید کامنتو؟ آدم های دور و اطراف و کسایی که دفعه اول میبینن و میشنوند بیان چیزه اپیزود رو میشنم اینا خیلی دوست دارن که مثلا میگن ایمان چرا شیراز صحبت نمی کنه؟ دوش من همینطوری نمیتونی همینطوری که فله شیرازی صحبت کنی. بعد یکی باشه جلوت. آره بعد یکی باشه جلوت که شیرازی جوابتو بده وگرنه نمیشه. ولی خب من بعضی از کلماتی که استفاده میکنم خب شما میگید اشتباهه ولی تو شیراز اونا خیلی رایجن دیگه. نه ما هم نمیگیم اشتباهه، میخوایم که تو همیشه گفتی اشتباهه. نه همیشه گفتین اشتباهه. آخه میشنست میبینی همزن دیگه میشنست کلن تلفظ اینا همش عادته. چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتی؟ خدا شکر. میخواستم بین دو نیمه اخبار چک کنیم ببینیم چیز جدیدی اومد یا نه. بعید بدونم. چک الان ساعت چنده؟ الان شب اون الان مثلا جنگ های 11 شب آتش بس دارن ندارن شب مثلا جنگ که جنگ نه آتش 12 و 6 دقیقه تبا تاریکی زر سخته شد. تو روسیه رو چه کردی؟ من اوکراین 12 و 6 آ کیو داری ساعت و یه سری چیز عجیب میدیدم چون یه قسمتی حالا اینم از اون ویدیوهاست که شاید مال قبله نمیدونم ولی داشتن جنگ کردن توی بیابونی بود و تاریک بود یه سری چیز هوا کردن اینا منور بود ولی منوری بود که مثلا چندین ساعت اون بالا میمون کل کویر رو روشن کرده بود اینا داشتن به چقدر عجیب کار خودشون ادامه میدادن. اونو دست میندازی اونو خاموش کنی اینو یادمون آره. رفت این قدیم حالا میگن این بزرگترین لشکرکشی بعد از جنگ جهانی دوم تو اروپا قدیم که جنگ بابا. آره توی جنگ حالا زمان جنگ جهانی دوم اینا خب ارتشا به اندازه الان که اطلاعات نداشتن تا یه حد خوبی کلولس بودن مثلا نمیدونستن نقاط حساس دشمن کجاست نمیدونم چه جوری دارن نیروهاشون رو حرکت میدن فلان. الان که به خاطر تکنولوژی اصلا اینا ماهواره میفرستن از قبل تمام چیزها رو با دقت متر دارن میدونن چه جوری نیروها حرکت میکنن و علاوه بر اون قبل اینکه حالا روسیه شروع کنه اینا حمله چیز کردن سایبر اتاک کردن دیگه به کی؟ آره اینفراستراکچر اوکراین رو زده بودن زمین خیلی از سایت های دولتی ایناشون بالا نمیرفت. این اصلا ماهیت جنگ الان کلا فرق داره با قدیم خیلی عجیب غریبه. بعد از اون برم یه سری هکرای دنیا جمع شدن سایت روسی رو سر کردن هک کنن وارد که میشدی عکس پرچم اوکراین میومد عکس پوتین میومد پرچم اوکراین با زوم قابلیت زوم یه شایعه هم پخش شده بود که پورن هاب روسیه رو بسته از روسیه که وارد میشی شایعه بود؟ آره دروغ بوده خبر بعد یکی کامنت داده بود چرا باید دودش تو چشم مردم عادی بره شما داریم می جنگین به ما چه دلخوشی رو دقیق نکنیم توی هفته گذشته چی کارو کردین؟ اخبار فقط اخبار یعنی تو فقط درگیر این جنگ بودی ها؟ شبا اخبار سوام که سر کارو آره سریال اینا نگاه نکردی اصلا چرا بیشتر اخبار بودی چیدی همون دوایر رو ادامه دارم میدم واقعا زیباست اه. اصلا اون ارتباطی که من با سریال قدیمی ها میگیرم خیلی فرق داره با سریال های جدید مثلا هستی که سوپرانوز و دوایر میده اصلا هیچ کدومشون نمیدونم زیباست دوایر رو بزن پشتش بتونم ببینم تو عمرن نمیتونی حالا تو با این قیافت اصلا هر سریالی ما گفتیم شما من الان با من که میام پشت سره با یه اختلاف دو سه ماهه الان دارک تو از اپیزود دو جلوتر رفتی نه خود دوست نداره دیگه اون سبکو نگرفتم دارک داره چرا میذاری چرنوبیل تو اوکراین هست آره. ولی هسته‌ای نداره اوکراین سلاح هسته‌ای اینا نداره فکر نمی کنم چرنوبیل روسیه گرفت چیز داره وقتی بعد اینکه گرفته مثل اینکه یه سری ریپورت اومده که سطح رید اون اشتباه شده که چی سطح ریدیشن اومده بالا رفته اوکراین اینو گفته ولی سازمان جهانی گفت نه
یعنی چی از موقعی که الان روسیه چرنوبیل گرفته؟ آره اینا کلی بتون و اینا ریختن اون رو دیگه، آره چیزاش تششعات نهایت بیرون. خب بعد که روسیه که فرد گرفت چرنوبیل، چرنوبیل توی اوکراینه، بعدش مقامای اوکراینی گفته بودن که سطح تشعشع اومده بالا، ولی صبح من خبر خوندم که گفتن نه عادیه، تکذیب شده. منظورشون مثلا میخواستن یعنی مثلا یه اولکی کردن که آره دیگه خب تشعشع زیاد شده مثلا مردم آسیب ببینن، ولی همچین چیزی نبوده. اون خیلی بده اون اصلا. اونجا دیگه الان هیچ چیز نیست دیگه، در واقع هیچ زندگی اونجا وجود نداره تو چرنوبیل. چرا؟ من یا مردم دارن زندگی میکنن، یه زندگی جزئی تور میبرن اونجا، تور میبرن زیاد. کارخونه ودکا سازی هست، یه دور خبرشو گفتیم. الان سطح تشعشع دیگه اومده پایین میشه، ولی هنوز خرابه های چرنوبیل هست، یعنی اون ساختمون خرابه ها میری مثلا وسایل قدیمی مردم هست. آره اونم سریال خیلی عجیب بود، آمریکا باید میساخت، هالیوود باید چرنوبیل رو میساخت. خیلی دارک بود. میشه دارک تر بگم؟ بگو دارک. بگو یعنی دارکش سه شمه داشتم میرفتم سر کار، یهو 15 همون که میرفتم پایین سمت دم پمپ بنزینه، یه آدم یهو افتاد وسط پیاده. آها دیدم توییتو تو. بعد من فکر کردم که منم داشتم سری رد میشم، فکر کردم مثلا پاش گله پاش افتاد، به یه چیزی گیر کرد، پاش گله پاش افتاد. بعد رسیدم ماشین رو پارک کردم، دیدم صدای ماشین های مختلف مثلا پلیس، آتش نشانی اینا میمد، نمیفهمیدم. سر 13 هم گفتی؟ 15 هم نزی، یعنی همه آتش نشانی همه و آمبولانس و اینا هم بغل هم دیگه. آره. بعد دیگه خیلی زیاد شد، اومدم این برتر رو ببینم چیه داستان، دیدم که بنده خدا رو پتو روش انداختن و مردم هم رد میشدن عین ایرمن نیده بودم، پول میذاشتن روی چیزش، فوت شده همونجور داشت. فوت شده بود. بعد خب رفتم پرسیدم از اون آتش نشانی، گفتم چی شد، من دیدم این افتاد و اینا. بعد شروع کرد سه سوال از من پرسیدن، گفتم من کار دارم باید برم، مثلا من در همین حد دیدم، اگه میخوای ویدیوش هست تو ماشینم. گفت نه ویدیو نمیخوایم اینا. ولی بنده خدا مرد به همین راحتی. حالا گفتم سنشون زیاد بود، من نتونستم متوجه بشم، من از پشت دیدم تو همه چیو پرسیدی. اینا باید پول انداختنه چیه؟ مردم رد میشدن رو پتویی که روش بود، پول میذاشتن، سکه میذاشتن، میرفتن. شاید رسم اینجا. من ایران هم من دیده بودم، ایران دیده بودم، مثلا تصادف میشد. آره. این که از اونطوری فوت میشد مردم پول میریختن صدقه میدن، ولی اینجا ندیده بودم. و خیلی عجیب بود، کلا روزم روز عجیبی شد. یهو یه نفر مثلا جلوم افتاد از این دنیا رفت، خیلی دارکه. من پرسیدم گفتم مثلا اووردوزی بوده سن، گفت نمیتونیم چیز کنیم دیسکلوز بزنیم. دار که دیگه هم بگیم، بگو حال که ایرانی. من نمیدونم چی هست، دو سه تا توییت دیدم ولی نمیشه بذاریم دیگه، حریفش یادم نیست. تونی یه چیزی، آره انگلیسیه یارو. آقا این هالک ایرانی رو نمیم شما چجوری نشنیدید، این چند ساله که بزن پرژن هالک. آره اومد. خب این چیه داستانش؟ عکس هیکلشو بیا ببین. خب همین استایل دیگه، اینو چندین و چند ساله که کردن تو پاچه ما، این عکس ها ازش میاد بیرون که معروفه به هالک ایرانی. خب کل خیلی گنده و... اینه دیگه. این چیه؟ آره. خب بعد این که معلوم فوتوشاپه. نه همینه، حالا شما الان میدونی دیگه. نه نه عکسی که ایشون ما نشون داد خیلی فوتوشاپ بود. خب همینه دیگه، میبینی مدت ها همه ما ها فکر میکردیم خوب. واقعیه. خب خیلی معروف شده بود، نگاه کن عکسا. خب نمیتونم باز کنم چون باید لاگین کنم، بازوش اندازه سر ما ستاست. خب آره خیلی معروف شده بود. بعد آره خبر میومد این بوشهره که چه جوری نم تمرین میکنه و چی کار میکنه، این چیزا همه باورشون شده بود، تو کل دنیا اینو میشناسن عنوان هالک ایرانی و اینا. بعد فرض شده سرش کن ببین اسم یارو که باش میخواد مبارزه کنه چیه. مبارزه میخواد بکنه؟ بله اصلا سب کن، اصلا اینش مهم نیست، کلکل داشتن. این قراره که 13 فروردین با یه بدنساز و بازیگر انگلیسی مبارزه کنه که خیلی هم معروفه طرف. خب اگر که میشه شما اسمشو رو همون ویدیو اینا چی، مارتین فورد؟ مارتین فورد. آره این خیلی آدم خفنیه. آره این پلی کن. آها اونه. بعد اینا قبلش که میرن کوری میخونن
اینا تو ادیت قراره این ویدیو رو بذاری روش؟ آره میشه. آره قبلش من ویدیو رو از اون زاویه دیده بودم، از اون ور دیده بودم. قبلش که کوری میخونن میره جلو اون وای میسته. یه دونه دیگه هم هست. این اول تلاش میکنه اونو بزن. وای. دلیل نمیشه. چی دلیل نمیشه؟ که الان اتفاق میفته. ما اون یکی خیلی بلندتره. کلش ببینید. نه یه دونه دیگه هست. صبر کن. که این سعی میکنه اونو بزنه زمین، بعد اون میزنه زمین و سر این اصلا میره یه جایی آبرو ریزی. یعنی واقعا انقدر معذب کننده بود، هر ایرانی که اینو دید جز لفظ شرم‌آور افتضاح آبرو ریزی چیزی دیگه بزنه. کارون سربلند میشد. چرا کارون اذیت کرد؟ نمیدونم. این همه سال همه رو اسکول کرده طرف، الان مشخص شده که فتوشاپ بوده. اولا قدش بلند نیست، فسقلیه، بعد فت فاک واقعا اومده که بشوره. اینجا بیدازد که نکنید. نگاه کن ایمان فاقای بای ببین تو رو خود خود اینجا رو ببین. اینجا میفته زمین، هیکلش نگاه کن شکم میفته بیرون. مگه میشه از پشت گرفتنش؟ بعد این تیک آبی داره تو اینستاگرام این همه سال. گفتی سنش کمه، سن زیادی هم نداره. یارو خب فایتره، این بهش نمیخوره فایتر باشه. نمیدونم ولی حالا افتخار ملی که نیست که یارو حالا میگیم که خوروندن به ما. نمیدونم یارو حالا چیکار است. هایپش خیلی زیاد بود. چند سال از این صحبت میشه، حال که ایرانی آبرو. بعد قشنگ چیز دیگه ماهیت اینستاگرام این فیلم رو تو نشون میدادی یارو خام میخوره و ازم پرسیدی. آره نمیدونی دیگه، هیچ وقت تو نمیدونی یارو مثلا هیکلش اونجوری داره چی کار میکنه. اون یه چیزی تو اینستاگرام نشون میده، در واقعیت اصلا ممکنه یه چیز دیگه باشه، ولی این واقعا آبروریزی بود. ولی تو یه روز که این ویدیوش اومد 125 هزار تا فالوور بهش اضافه شده بود که مثل براش موفقیت حساب میشه. کلا اون خب کشی که واسش میاره، چه جوری الان 125 هزار تا فالوور کش میاره؟ تو تبلیغات میگیری دیگه، مثلا اکستنشن تهرانی رو تبلیغ میکنی میگی فیران. من یه بار گفتم bad publicity is good publicity. خیلی آبروریزی بود. از آبروریزی بگم؟ بگو. آبروریزی بگو. یه آقای بود اتفاقا کارونم بعدش نمیم از کاراش. ایشون میرفت تو آمریکا، میرفت تو فروشگاه های والمارت. اینجا مثلا کارمندای والمارت یا مثلا مدیرای والمارت که میخوان کارمنداشون رو صدا بکنن، یه سری تلفنای هست مثلا وسط چیز در میاد، مثلا میگن آقای مثلا محمدی بیا اینجا کارت دارم. بعد تو کل فروشگاه میشتن، همه میشتن. مثلا بیمارستان و اینا که پیج میکنن. آره ولی دم دسته، یعنی من و شما آره، یاد نمیاد تلفن. آره تلفن. بعد آقا بود تو اینستاگرام خیلی معروف شده بود، هنوزم معروف است، میرفت این تلفن رو برمی‌داشت آره میورد بالا میذاش به پشت خودش و باد از شکمش میداد بیرون. باد عجیبا شکمجه نمیدن خب از معده و میگو غارت تکنیکال نشیم کل والمارت و این تششعات این داستان برمیداشت. خب بعد دیگه خب اینو دیگه تقریبا همه جا میشناختن دیگه و ویدیوهاش هم میذاشت و اینا. هفته پیش رفته بود یه والمارت سوپر سنتر، میگن والمارت والمارت خیلی بزرگا، این کارو کرده بود و دیگه ریخته بودن سرش. نه بابا آره و ایشون برای تا آخرش کلا از کارش اومده، همون یه ویدیو ازش، یعنی یه پیج فقط ایشون. آره حالا کارشونه. بعد ایشون دیگه تا آخر عمر از والمارت و فروشگاه‌های وابسته به والمارت من شدن، یعنی اگه ورود بکنه میتونن دستگیرش بکنن. بله بعد اصلا اون کانورسیشنی که شهروند باید بهشون چیز بده، اون کانورسیشنی که بین مدیر اون والمارت و این آقا بود و دلیلی که داشتن حرف زدن انقدر کمدی بود. چی میگو یارو دیگه؟ گفت چی؟ گفت چرا دارین کارو میکنی؟ سنش هم زیاد، مثلا نزدیک 50 سالش بود. باحال یارو به نظر من، داشت فکر کنم پدرت باشه اون یارو، مثلا افتخار میبره یارو خودش دیگه. بابا ولم کن تو رو قورا. حالا بحث والمارت شد، از آقای والمارت هفته پیش تو راجع به استاک مارکت صحبت میکردیم، اون شبی که تو گفتی بچهای طرف چه زجری میکشن روسیه حمله کرد. بله. اون جوری که فردا پا میشیم دیگه استاک مارکت خونه دیگه، همه چی قرمز وحشتناک. بعد پا شدیم دیدیم سبزه، مگه میشه؟ همه مثلا ایندکس 2-3% دارن میرن بالا، اینا خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. بعد همین چیز دو سه روز قبلش ولی همش قرمز بود. الان که الان هفته امسال همش قرمز بود به خاطر اینکه در واقع به خاطر تورم
این بانک‌ها اینا میخوان نرخ سود رو ببرن بالا، اصطلاحا میگن پول گرون میشه، نرخ سود بره بالا، استاک مارکت شروع میکنه به افتادن، ملت میرن به رو میارن به سرمایه گذاری های کم هزینه تر، کم ریسک تر. بعد همینجور همه چی قرمز بود. بعد اخبار روسی هم که میومد، این خبر تنش اونجا باعث میشد این بیشتر قرمز بشه، هی میافتاد دیگه. وقتی حمله شد همه اینجوریان که مثلا سپلای چین و اینا جابجا میشه و افتضاح میشه، قرار قرمز بشه، پاشون همه چی مناسب صاف شد، حالا اومد. بعد میگفتن که از ترس اینکه بانک‌ها نرخ سودو ببرن بالا، یه ماه و نیم مارکت داره خودش رو کارکت میکنه، هی میفته. ولی خبر جنگ مثلا فقط یه روز و نیم تاثیر داشت. حالا والمارت گفت، یکی اونجا نوشته، نمیدونم حالا موثقه یا نه، جی دی پی اوکراین، تولید ناخالص داخلی دو اوکراین، نوشته بود به اندازه 16 هفته والمارت. اوه همچین چیزی نوشته، نمیدونم واقعا صحت داره یا نه، ولی اگه واقعا عدد این باشه خیلی عجیب غریبه. برای همین میگفت مثلا تاثیر زیادی توی اقتصاد نداره، نمیذاره. ولی هرچند این غلات و اینا مثل که گرون میشه، گندم و اینا توی خاورمیانه گرون میشه، اینجا هم گرون میشه چون مثل که روسیه و اوکراین زیاد تولید میکنن. یه چیز میدیدم توی یوتیوب بود فکر میکنم، یه یوتیوبری بود با دوستش، کارشون این بود که میرفتن توی این والمارت یا حالا فروشگاه زنجیره‌ای، مثلا نزدیک اون وقتی میرفتن که قرار بود ببنده فروشگاه، بعد میرفتن یه جایی پیدا میکردن اون پشت و فصل ها توی این شلفایی که مثلا اون کسی زیاد نمیره، بعد کارتون اینا میذاشتن مثلا جلو اون شلف اینا، خلاصه خودشونو پشت این کارتون ها قایم میکردن و شب تا صبح اونجا میموندن. کل کانسپت یوتیوبشون این بود که میرن توی فروشگاه، البته چیزه بود، همه اونو تقریبا فیک عذاب در اومد خیلی هاش. آره مثلا چم یکی بود جیک پال یه شب مونده بود توی کاخ سفید، اصلا اینطوری نیست، این همش اونو نیدن. ولی این خب اینم دوباره گرفتنشون، یادمه چند بار این کار رو میکردن بچه ها. جالبه دیگه، واقعا جالبه کاری که میکنن آدم ها، واقعا عجیب و جالبه. الان کار پیدا میکنن. آره بریم سر اپیزودمون، شروع کنیم. چیه اپیزود؟ من داشتم میخوام صحبت کنیم برخلاف اپیزودهای دیگه. چطور میکنیم؟ بکن سی هفته آمان دود چیه؟ یه جالب داری؟ نه سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبانهای این برنامه. در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن. سلام. 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 اپیزود 313 ماست. امروز هم گفتیم تاریخ هم بگیم، امروز 26مه. بله. 26 فوریه است، شنبه که داریم ضبط میکنیم اپیزود دوممون رو. چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ سلامتید. بله. بله. فراد تو می‌خواستی برامون یه با یه خاطره شروع کنی، با یه اتفاقی که افتاده. آره این هفته من اینو بگم، فقط اپیزود امروزمون بیشتر گفتگو محور، جالب هفته داریم، کامنتا رو می‌خوایم بخونیم، یه ذره در مورد خودکست صحبت کنیم. خاطرات. آره ما با گروه‌های مختلفی مدت داشتیم کار می‌کردیم و اینا در رابطه با آماده سازی مکانی. بعد دیگه کار به تقریبا رو به پایانه، یکی از این افراد متخصص وایساده بود، دیگه کارش هم پایان رسیده بود، کار کلیش و داشت میرفت و اینا، شروع کرد به صحبت کردن. بعد شروع کرد از یکی دیگه مثلا بد گفتن. آقای مانی به دوستتون توجه کنید، دارم فقط بی توجه نیستم، بگو. آره از تجربهش با یه همکار ما داشت میگفت و اینا، میگفت مثلا آخرش خیلی ایشون بد با ما تا کرد و دلیلش هم میدونی که چی بود؟ یعنی ایشون داشت به من میگفت، گفتم چی بود مثلا؟ آقای فلان ایشون اصفهانی بود، پول واسه چیز بود، پول واسه اصلا سخت بود از خرج کنه و اینا. و خب منم تو کار و اینا با همین یعنی لحن، این لحن که صحبت میکنم حرف میزنم، لهجه اصفهانی اینا ندارم. همونجا سویچ کردی؟ نه، یعنی اون اصلا هیچ ایده ای نداشت که من اصفهانی ام، داشت با خیال راحت و با اعتماد کامل اینو با من مطرح میکرد. و من یهو خیلی جا خوردم،
چون با یه لحن بعضی گفت، گفته البته آقای مثلا ایکس، حالا اسپانی و این اس از اسپانی به بعدش به اسپانی با لهجه اسپانی، حالا اسپانی بودنش که مسئله نیست و اینا. بعد این یه سری وسیله دستش بود با یه سری کوله پشتی، اینا هیکل بزرگی هم داره، یه این دستش ول شد و زانوهاشو گرفت، بعد به تپته افتاد و اینا. گفتم آره آره، اصلا هیچ ربطی به اسپانی بودن و اینا نداره. و اینو گوش بده، چه لولی زده فرهاد. بعد گفتش که، گفت نه نه اصلا، گفت وای من خیلی واسه اصلا من خودم ترکم، ترکام که میدونی معروفم به چی. گفتم نه 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 اصلا دیگه شما بیشتر همش نزن. آره شروع کرد مثلا گفت ترکام، آره بیچاره ترکام که میدونی که چی میگن بهش. گفتم نه نه اصلا هیچ ربطی نداره، تو هر نژادی، تو هر قومی، در شهر اینا همه نوع آدمی هست، شما حالا دیگه بدترش نکنی، خود زنی نکن. بعد اصلا خیلی من یه لحظه واسه اون ناراحت شدم، چون من خیلی بهش سخت گرفتم، سخت کردم شرایط براش. چیگه با ابو خوبی دیگه، نه ولی من آره چند سالش شده اصلا فکر کنم راحت دو برابر سن منو داره. من یه آخر عمر درسی که تو بهش دادی، ولی گیر افتاده بود قشنگم توی سه گوشی گیر افتاده بود از لحاظ فیزیکی و پس و پیش هم نداشت، یعنی من باید میرفتم چرا که این مد میره رد شه. ولی خب به منم یکم سخت گذشتیه، چون گفت کامبوی زده فرهاد خلاصه یعنی بازی بود در جا میرفتی مرحله آخر، خیلی قوی بود، تمام القابی که به دادیمو پس میگیریم. دماتا رو قراره از این کامبوها نزن، خیلی حرکت قویه. من دلم برای اون آدم میسوزه، خیلی حس بدیه. آره من خودم همون لحظه چه درسی دادی بهش، خیلی عجیب بود. دیگه هم درد خدا ندیدیم از اون روز تا حالا، انظرم باش کار داریم ولی حالا دیگه اون زانوها صفت نمیشه دیگه. چی؟ دیگه اون زانوها صفت. آره این که افتاد من لحظه چیز شدم، گفتم اوه نرخواه سکته ای چیزی بزنه، از زانوهاشو گرفت چی کن. نه بابا یارو فهمیدن یه اسپانیه گفته فاکت، فکر کرده اون تغییر کرد. نه دیگه زانو که شلچل نشونه تغییر، همیشه از زانو شروع. آره همیشه هم زانو شلچل بدون که زانو شروع نشد. من هفته پیش در مورد ماشینم صحبت کردم و من واقعا به ما فراد زدن، یعنی من که مورد فراد قرار گرفتم سنگین. آقا اول من یه اتفاق افتاد، گفتم که یکی من اسکم کرده بود. بله. اسکم نه، پروداکت رسید ولی مثلا بعد از یه ماه و نیم. بس قضاوت نکن. نه من که حالا جالبش اینه، تو موقعی که میری چارج بک میکنی دیگه نمیتونی پس بگیری چارج بک. آره، آره. دیگه رفته دیگه. حالا امیدوارم که یه نمیدونم هر یه جوری من با این پولا رو به یارو برسونم دیگه، حالا امیدوارم که اتفاق بدی نیفته. ولی این از این گفتم اول گناه بقیه رو ازشون بخر، آدرس کمپانی خودشونو بده، پستش کنم به خودش. بعد حالا چیزی که هست ماشین اودی، من مثلا ماشین خیلی کلنجا رفتم و هفته پیش و اینا خیلی بک اند فورت داشتیم، آخرش به اینجا رسید که آقا این ماشین یه سری سنسوراش خرابه، سنسورا رو نداریم، دوربیناش هم همه چیزه آب رفته، کاندنسیشن داره در واقع، بخار گرفته و اینا، بعد ماشین بمونه، حالا ما داریم سعی میکنیم حلش کنیم. بعد دیگه من قاطی کرده بودم و اینا، قرار بود که مثلا سه شنبه کسی من زنگ بزنه از اون کمپانی آی سی بی سی که کمپانی بیمه است، ما با هم صحبت بکنیم. آقا سه شنبه شد، چون دوشنبه هم تعطیل بود، سه شنبه شد کسی زنگ نزد، چهارشنبه شد کسی زنگ نزد، من خودم دیگه چهارشنبه عصر بهشون زنگ زدم، گفتم که آقا چه جوریه، برنامه چیه، مثلا چه اتفاقی داره میفته، کسی فایل منو پیگیری کرد و اینا. با یه خانومه صحبت کردم، اول اینطوری بود که آره اینطوری بود که تقصیر خودته، گفتش که همینی که هست ماشینی که داری مثلا پارتاش کمیابن و ممکنه تا یک سالم طول بکشه، ما ماشینایی داریم که 8 ماه الان منتظر پارتن. منش میگفتم نه خانم، مثلا مشکل پارت نیست، مشکل مثلا چیز این اینا نمیدونستن چجوری باید این مثلا مشکل رو پیدا بکنن و ایناست. و گفتم که به منیجرت بگو به من زنگ بزنه. آقای منیجرش به ما زنگ زد و یه مرده بود و اسمش هم کوین بود، خیلی جالب. بعد چون کرنا چیزشون کوین به مردش میشه، آره کوین. بعد این یارو شروع کرد با من صحبت کردن، بعد تمام بلیم رو من بود، یعنی اینطوری بود که تو چرا همچین ماشینی داری؟ آره اول که تو چرا این ماشین رو داری؟
من می‌خواستم بگم اون اصلا ربطی نداره که من چرا این ماشینو دارم. اصلا تو من بگو من ماشینم اصلا نادرترین ماشین دنیا، تو به من بگو این 8 سال دیگه درست میشه، چرا من میگی فردا؟ بعد مثلا از روز اول اینطوری بود که اگر که یه زی است که بهش میگن جمعیت رایت آف، یعنی موقعی اتفاق میفته که تو هزینه تعمیر ماشین از هزینه فعلی از در واقع قیمت فعلی ماشین بیشتر میشه، دیگه چیزش میکنن میگن آقای ماشین رایت آف، نمیتونیم تعمیرش نمیکنیم و حالا تو بیمه باید با بیمه کنار بیای دیگه، یه هزینه رو باید به بیمه بدی. یا اینکه مثلا یه دونه بیمه دیگه خریدی که اگر ماشین رایت آف بشه بهت مثلا یه ماشین جدید میدن، که حالا من این بیمه رو داشتم از قضا. کل پوینت قضیه این بود که آقا چجوریه که من اگه که مثلا رایت آف بشه، اگه برسیم به اون هزینه من میتونم ماشین جدید بگیرم دیگه، نیاز نداره ماشین سوار بشه. بعد من با اینو سوال میکردم، میگفتم که ببین روز اولی که آلاینه استیمیتو دادن، آره خیلی از اون عدد ما پایین‌تر بودیم، ولی خب همینطوری داره پارتای جدید به این اضافه میشه و اینکه اگر که این برسیم به اون عدد چی میشه؟ گفتش که هیچ، ماشین رایت آف میشه. گفتم که حتی اگه مثلا طرف تا الان $30,000 روی ماشین هزینه کرده، مثلا بدنشو درست کرده، بعد تازه فهمیده ساسپنشن دمیج و اینو، گفت آره به اون عدد برسیم ماشین رایت آف میشه. بعد همینطور حالا باش کلکل کردم اینو، گفتم که ببین من سوالم از تو اینه، اگر که من این ماشین، من ماشین ندارم، دارم ماهیانه براش پول میدم، خب این ماشین اگه که مثلا 2 سال دیگه طول بکشه چه اتفاق میفته؟ یعنی من براش پول بدم و پارتم نمیاد؟ گفت آره. گفتم همین، یعنی هیچ چیزی نیست؟ گفتش که نه همینه. بعدش گفتم که بعد اینطوری که گفتش که ما کارمون رو انجام دادیم، ما اپروف کردیم که اینقدر پول میدیم، دیگه به ما هیچ ربطی نداره، تو برو خودت با اون کمپانیه که داره مثلا کارو تو انجام میده سر و کله بزن. گفتش من مشتری شما، یعنی اینطوری نیست که بیمه بود، بیمه آی سی بی سی، این دارم با آی سی بی صحبت میکنم، میگم آقا من مشتری شما. گفت نه به ما اینا هیچ ربطی نداره، دیگه ما کار خودمون رو کردیم و ما هم تا همینجا بیشتر پیشو نمیگیریم. بعد بهش میگم که ببین شما رفتین این در واقع بادی شاپ رو اکردیت کردین، یعنی گفتین که قبولش دارید، توی وبسایتتون گوشین که این جزء آره تحت مثلا ما قبول داریم اینو اگه ببری. میگم شما بردی، شما یه جا رو اکردیت کردی، برای اون اکردیت کردن هم نمیخوای چیز کنی، مثلا ریسپانسیبلیتی قبول بکنی، نمیخوای نه مسئولیت شما مثلا بپذیری و اینا. میگفتش که نه، اونا اگه مدت زمانشون طول بکشه بعدن ما میریم اسس میکنیم، شاید از این رنگ اکردیشن ما مثلا چیز کنن بیان بیرون. اکردیشن میگن، مطمئن نیستم، در واقع دیگه مثلا ما مسئولیتی براشون قبول نمیکنیم، بهشون اون امتیازو نمیدیم. خلاصه حالا گذشت و گذشت و گذشت، پنجشنبه من یه تلفن گرفتم که آقا ماشین تو حاضره، میتونی بیای جمعه ورش داریم. گفتم اوکی و اینا. خلاصه رفتم، گفتش که آره، خود یارو مستقیم من میگفتش که این ماشین رایت آف بود، ما یه سری از کاستا رو اینجا نزدیم که برسونیمش به زیر اون عددی که باید باشه که رایت آف نشه. بهش میگم که خب چرا این کاری کردی؟ میگه که ماشین رایت آف نشه دیگه. میگم تو چرا برای من تصمیم گرفتی؟ من می‌خواستم ماشین رایت آف بشه. گفتش که نه دیگه، ما انقدر چیز توش بودیم، انقدر هزینه در واقع داشتیم آردی تا هزینه کرده بودیم که نمیخواستیم اتفاق بیفته. بعد بهش میگم که به من گفته بودن که اگر که به اون عدد برسیم ماشین رو. گفت نه بهت اشتباه گفتن. میگم بابا تو خودت هم به من گفتی، یعنی حتی مثلا آی سی بی سی هم نیست دیگه. چی؟ ظاهر نه نه، میگفتش که من میرسونمش. من میگفت نه اگرم میرسید بازم نمیشد. میگفت به خاطر که اگه 50% ریپر رو انجام داده باشی دیگه آی سی بی سی تا تهشو میره. خلاصه اصلا معلوم نیست اصلا. ببین میگه که همیشه هم همینه، میگه ما اول بادی ورک رو انجام میدیم، بعد میفرستیمش برای کمپانی که مثلا کارهای تکنیکال و دمیجای ساسپنشن و اینا رو در بیارن. میگه همیشه اینطور، میگه که خیلی مسخره است. این عملا اون قانون رایت آفشون الکیه، خیلی اصلا اتفاق نمیفته تقریبا. ولی من حالا اون مدتی که تو ماشین فروشی کار میکردم میدیدم تو ماشینای کم قیمت خیلی سریع اتفاق میفته، مثلا ماشین آره. 7-8000 دلاری زیر یه هفته رایت آف میشد، تمام شد میرفت. یعنی آره. تو کیس تو خلاصه من اسکم شدم، اسکم شدید، یعنی اصلا بعدم هیچی هم نمیتونی بگی دیگه، واقعا هیچی هم نمیتونی. یعنی من اونجا وایستاده بودم، میتونی بودم که خب من الان چیکار کنم، مثلا اینو امضا نکنم. من واسه چند تا وکیل پیدا کردم بابا ولم کن اصلا. ببین توی فاصله ولی میشه. ببین
جنگ هیچ برنده ای نداره، تنها برنده شون وکیل است. اینو بدون. یه آهنگی بزنید جدی میگم. این داره زرد آهنگ علکی میزنه. نه بابا اینو من میزنم. نه یه چیز قیورانه باید باشه. نه داریم دیگه همه چیز که نداریم. قیورانه ولی خیلی حسش بده دیگه. من اینطوری که هیچ کاری نمیتونی بکنی دیگه. یعنی فکر میکنی که تو ببین بیمه که اینجا واقعا اسکم 100% در کانادا نه شرکت بیمه تو حالا تو بی سی تو استرالیا اصلا اینطوری نیست. ببین من کامپیوتر و اینامو که تو ماشین دزدیده بودن تو میتونی روی هوم اینشورنس اینو کلیم بکنی. یعنی تو مثلا ماهیانه داری پول میدی برای چیز، برای اینشورنس خونه، اگه از دزدی و اینا بشه میتونی اینو کلیم بکنی که من این کاری کردم. یه زنگ زدم میگم که میخوام کلیم بکنم، میگه که اینو بدون اگه یه دونه دیگه کلیم بکنی ما دیگه تو رو بیمه نمیکنیم، پس به نفعته که کلیم نکنی. گفتم خانم برای چی من دارم پول بیمه میدم برای همین دیگه، یعنی چی شما مثلا ما رو گفت بعد بیمه‌ت هم میبریم بالا. بعد زنگ زده بودم به بابا میگم اینطوری میکنه، گفت بهش بگو باش ببر منو فردا میبر پیش یکی دیگه. و اصلا خیلی غیر منطقیه. آخه تو همه بیمه هم تا میخوای بری دفعه اول پیپر رو کشو پر کنیم یه تالا بیمه جایی کلیم کردی. آره که خب همین لوپ دیگه. بیمه تا واسط های خوب بگیری، یه سری واسط هست. ولی یه سوال، این بیمه پریمیومی که گرفتی از آودی بودون؟ کدوم که ماشین رو ریپلیس میکنن؟ من از خود اودی گرفتم ولی آی سی بی سی هم دارتش. آها. ولی این موقعیت تو رو اصلا کاور نمیکنه که پول داده این چند ماه میکرد، یعنی باید میکرد ولی اینا اسکم کردن، اینا دزدی کردن توش دیگه. آره اینا با هم دیگه دست دست هم دادن، فقط میهن خیش شلوار ما رو کردن آباد، میهن خیش نبوده. آره یه کامنت یکی در چون رپس داره به ماشین بخونم. محمد رضا نوشته توی یوتیوب، نمیشه چیزایی که ایمان راجع به ماشینش گفت رو واقعا درک کردم. ما تی با سوارای کامیونیتی غنی هستیم که درد تعمیر ماشین و خراب شدن ماشین خیلی خوب میفهمیم. بعد از وایر شمع ماشین خودم و صندلی ماشین فرهاد، کمک فنرهای ماشین ایمان، سومین زخم بود که تو زندگیم داشتم. چهار نبود؟ چهارمین زخم بود. نه دیگه خودش و فرهاد و ماشین ایشون سه تا سخت. با من شد چهارمی دیگه. با من شد سومی. آره. سرز و پنجم. آره ولی اینجا فکر میکنی که کشور تو پاچت نمیکنه. اینجا خیلی بینی حداقل مثلا تو ایران و اینا که هست. آره تو ایران که هست مثلا خیلی شیدیه، خیلی مثلا زیر میزی میره تو پاچت. اینجا یارو تو روت وای میسته میگه که الان تو پاچت همینم که هست، نمیخوایم ماشینو امضا نکن نرو مثلا از فردا باید پول پارکینگ بدی. واو. آره چه حسی داری الان؟ حس خوبی نیست دیگه، حس خوبی نیست اصلا. من که خیلی ناحالم گرفته شد، یعنی گفت زدم سر زانوام. نه ولی واقعا اینطوری که مثلا فکر میکنی که اعتماد میکنی به یارو، یارو اول مثلا باهات خوب برخورد میکنه بعد فکر میکنه، بعد همینطوری حرفاشون رو عوض میکنن. یعنی من دارم، حالا مشکلش اینه تو ونکوور تو نمیتونی صدای کسی رو ضبط کنی بدونی که بدونن، تو استرالیا میشد. اینطوری که مثلا شاید واقعا شروع کنم صدای ملت رو ضبط کردن، چون همه دارن دروغ میگن. یعنی همون زنم که من باهاش تصادف کردم همون اولش به من گفتش من چراغ قرمز ندیدم، بعد به پلیس گفته بود که نه چراغ من سبز بود. یعنی همون روز مثلا اتفاق افتاد. ولی خب به هر حال کارش نمیشه کرد دیگه. حاصله همش ممالک غربی هم اینطوریه. بحث بیمه شد، یه خبر زرد بدم. بگو. معده مستر تیسر. آخ آره حاجی. بیمه شد برای اولین بار در جهان. این چیه؟ مستر تیسر است یارو، میشناسی؟ موی این دیدیش فرفری داره تو اینستاگرام، ایرانیه، میره رستوران های مختلف. حمید سپیدنام. حمید چی؟ سپیدنام. آره و... یه بیمه تو ایران معده ایشونو بیمه کرد و براش همایش گرفته و بودن. آره مثلا تو تبلیغاتی بود انگار برای اون بیمه چیزی اومد همون بوده اومده
یعنی مثلا این غذایی که میخوره معده‌اش به فنا بره بیمه پولشو میده؟ مثلا زخم معده بگیرن حتما چون درآمدشون از معده. خیلی ها پیشنهاد داده بودن عمو جانی هم پس به زحمت خانم شرکت خانومش یکم باسنش بیمه کرده بود دیگه، جنیفر لوپز باسنش بیمه کرده بود. میگفتن شایعه بود که تو ایران، آره تو ایران، نه 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 نداشت، تو ایران فقط نبود، تو کانادا هم بود، تو ممالک غربم هست. بابا ببین آخه سوشال مدیا چی کار کرد، این آخه چه شغلیه یارو داره، مستر تیستر. این تازه از قدیمی هاست، زرد زرد. نه مستر تیستر هم که خیلی محبوب غرب ها. چرا برای 27 میلیون چیز کرده کول همون با بنفشه، بنفشه رد کردی، بنفشه 27 میلیون. آخه بیمه میکنی که چی مثلا؟ does not have no does not have much less okay fine as no Lopez does not have her butt insured for any amount of money much less 27 million in... یعنی که نه تنها نداره، 27 میلیون که اصلا نیشه رو بره دیگه. خیلی گفتم دیگه، این زردی بود که فقط تو ایران میشینی، ولی یه چیزی بود تو هر ایدی که میشد بحثش میشد. مثلا میگم دیدی مثلا چی تو ایج ها میشه در مورد باستان خانون جنیفر لوپز سوال میکردی؟ نه منظورم اینه، سالی یه بار بحثش پیش میومد که شو بز میتفاق افتاده. شخص بدا میاده این دری بری ها قضا بخوری فیلم بگیری مثلا تو اینستاگرام. من حالا خیلی بدم نمیاد، ولی نوعی که اجرا میکنه ایشون خب خیلی من نیستمش، نمیدونم چرا منم نیستمش. چقدر فالوور داره؟ زیاد، دو میلیون. بله بابا بله. ایشون کلی چیز خفنه. خب بابا من خیلی از این بعدش یعنی شدید و کلی اینترنشنال هم چی و آفرین. من یه ویدیو از ایشون غذا خوردن توی دوست. ترکیه داشت یه غذایی میخورد که این غذا به غایت شبیه آلت بود. آره اون معروفه. بعد هی میخندید و اینه، من فقط تنها ویدیو که ازش دیدم. یعنی شما تکون دادید؟ نه برش میگرد، نه حالا انسان جاید از خطا هستی آگاه نمیدونی دیگه، ایمان اینو با کولیس اندازه گرفته. بعد بابا تازه این که خوبه، آقای یکی دیگه داریم اسمشو یادم نمیاد، یه زیو اختراع کردم به نام چکموز. چکموز؟ چکموز رو ندیدین؟ چاچوکو میگی؟ مثل دافایست میرد شدن سلام. یه بس مثل آیس پکه، خب بعد تو میری میگیری توی بسته سیل شده است، خب با یه چکش بهت میده، اینو میزنی لهش میکنی خودت اول، بعد نیو میزنی توش میخوری. چکموز، چکموز. اون بر متاورس رو داریم، این بر چکموز. شکلا حالا من فارسی بینید، ولی خب حالا اینم دیگه از بخش اینترتینمنت. تو چه خبر؟ فضا؟ لحنی که مثل من این هفته دو سه روز پیش بود، نشسته بودم سر کار صبح، یه لحظه تو خونه صدای تصادف بد اومد. تو خونه صدای؟ یعنی انقدر از بیرون بود دیگه، ولی خیلی مثلا دیگه نمیتونستین نشنوی اون صدا رو. بعد حالا کسایی که دیده باشن فصل قبل خودکستو، ما ایمان توی آپارتمان زندگی میکنیم و میکردیم اومدن ما رو اینویت کردن. بعد صاف کنار اتوبان هستیم و میبینیم هر اتفاقی تو اتوبان بیفته، من به بچه ها اسمس میدم، پلیس هست، ترافیک هست، فلان. بعد این فکر میکنم چون من چند ثانیه بعد تصادف دیدم، صاف روبرو میزم بود تصادف، فکر میکنم دوتا ماشینی که داشتن حرکت میکنن تو اتوبان جفتشون میخواستن لینشون رو عوض کنن بیان توی لین و اینطوری به هم برخورد کردن از بغل و جفتشون هم همیشه میترسن، ترسیدن و فرمون رو دادن این بر از دوبر خوردن به بغلای اتوبان، به اون چیزای بتونی، و خیلی شانس آورد اون یکی مثلا ماشینش هم سبک بود، تو اون سرعت زیاد نرفت تو اون لاین پرچمون بر تو اون لاین و آره. بعد ایربگ ایناشون باز شده بود، من هی میگفتم کاش پیاده نشن اینا، چون بعد آمبولانس بیاد
درشون میاره. آره فکر کنم بر واسه همین بیمه اینا اگه ماشین رو تکون بدن بعد بیمه میگه نه مثلا ماشین میشده تکونش بدی اینا. نه همون هم واسه چیزای واسه خودشون هم بمونه. ها نه ولی بمونه نه ایربگ باز میشه بعد خاموش میشه، یعنی اول شل اینفلیت میشه بعد دیفلیت میشه. آره بهتره که خودت نیای از ماشین بیرون، چون امکان داره واسه ساعتی یه جوری تکون بدی قطع نخواشی. ولی ترافیک بعدی شده بود. میخواین اینو ببینی بچه‌ام؟ ببینم استتیسر رفته چکمز. صدا داریم؟ آره آره چکمز تو ایرانه. چکمز تو ایرانه. بله بله. بابا ما که بختیاری هستیم که راجع به برند چکمز و اینکه چجوری میتونید فرانچایزشو دریافت بکنید توضیح میده. کسب و کار در واقع اقتصاد کشور ما رو باید رونق بده. چرا؟ ما تمام سعیمون رو میکنیم با خلاقیت تا شما بتونید یک چکمز دریافت کنید و صاحب یک کسب و کار پرسود باشید. این خیلی هم چیزه احساس میکنه که دوستان میتونن با امور این مختره چکمز موبایلش رو صدا بزنیم پخش شد. 4 تا شعبه واگذار شد. مثلا یکی میگفت که مستر میکاره بابک گل میزنه. بابک چقدر قشنگه، چقدر جالبه. من حالا نفهمیدم چیه اینی که تو چرا میذارن و چکش میزنن روش؟ چرا نشون نداد؟ این آقای چیزه خیلی آنترپرنورن تو ایران. خبر کنین خیلی رو مخه. و چیز میکنن. واقعا چندش. آره خلاصه چنجیره‌ای درست میکنن و اینا. نه ایشون هر چیزی که قرار فیل کنه توش یه دستی داشته. عجیب. من خیلی با افتخار میگم که ما رفتیم ببینی جالبی چیه. مثلا این کسایی که موفقن در خارج از ایران و مثلا نگاه میکنی یارو میگه آره مثلا من فلان کاری کردم فیل کردم ولی ازش یه درسی گرفتم، فلان کاری کردم فیل کردم ولی الان موفق شدم. این هنوز تو فیل کردن است، یعنی هنوز آقای موفق نشده ولی داره فیل کردن رو میگه. اون یکی که داشت باهاش صحبت می‌کرد. آره آره. نه نه مثل تیستر که موفق شده الان دیگه تو ایران. ولی منم نیستمش، نمیدونم چرا. یعنی احساس میکنم یه درصد چندش عجیبی داره توی حالا اجرا کردن برنامه‌اش. ولی خب سبک خودشه دیگه. من نمیپسندم. خیلی 2 میلیون نفر دارن فالو میکنن دیگه. آستین ایمان تو دوربین فرهاد هست. بله خیلی زیاد شده دیگه تو ایران. تو چرا خودتو بردم برات؟ من با بیام خیلی ها میرن غذا میخورن ویدیو میذارن ریت میکنن همین کاره ایشون. آره آخه کاره اینجا هم هست اشتباه نشه. من هم اینجا دیدم. یعنی چی؟ تیسته؟ آره آره اون خوری که خیلی زیاده، خیلی زیاده. روشش یه کمی دوستان تو ایران میگم کله پاچه رو نه مثلا حالا کسایی که توی یوتیوب برنامه دارن و مثلا میرن کشور مختلفین غذاهای محلیشون رو امتحان میکنن، یه درصد احترامی وجود داره. معمولا من میفهمم که طرف مثلا با احترام داره برخورد میکنه، حتی اگه مثلا یه جا میرن میگن که آره چیزشون اینطوری که باید با دست غذا بخوری، یارو دیگه خودشو شل نمیده اونجا، باز مثلا یه احترام ده، یه کلاسی داره. کسایی که دارن مثلا حالا توی ایرانیا من دیدم این کارو انجام میدن، نه همشون، بعضی هاشون دیگه بیشتر رفتن سمت لودگیه. یعنی مثلا حتی اگرم یه جایی با کلاسم رفته یارو شروع کنه با دست غذا خوره، میگه چون که مثلا قدیما مثلا اجداد ما با دست غذا میخوردن و این غذا رو با دست خورد. تو رو شو رستوران 5 ستاره نشستی، چرا ماهی رو بگیری؟ چرا ماهی رو میگیری تخمشو میخوری؟ عجب. کارون داشتی میگفتی، گفتی که این هفته چیا رو دیدی؟ این بوینگر رو دیدی؟ آره تا نصفش دیدم. آره جلبت نکرد؟ چرا؟ نه باید کار میکردم موقع نهار دیدم. چند اپیزوده؟ اپیزود یه ساعت خورده یه. خیلی جالبه. چی؟ داکیومنتریه. آه داکیومنتریه. آره آره آه من همه چیز دیدم میگم. چی بگو؟ این یارو هواپیمای اون جنگنده اوکراینی که 6 تا روسو زده بود، ملت کامنت داد همین الان نتفلیکس داره داکیومنتری یه سیزن داکیومنتری از این میسازه. باحاله. من زیاد چیزا یه 1 میدی 10 به تحویل میدن راحت عشق کنی. من زیاد ناراحت نیستم از این. نه چیز دیگه، فرهنگ سرگرمی. ولی از اون ورم مینی حالا من این داکیومنتری خب خیلی ضد بوئینگ بود دیگه، تمام چیزایی که میگفت ضد بوئینگ بود. ولی من نمیتونم
قبول بکنم که همه چی بر علیه مثلا یک نفر علیه یک نفره، این چی میگم به ضد مثلا از یه طرف کاملا گفته شده بود، چون که جذابه دیگه. الان تو بیای یه کمپانی خیلی بزرگو بزنی جذابه دیگه، همه دوست دارن، خوششون میاد. نه اینا چیز پیچیده یه دیگه، ما امروز رسیدیم چیزای پیچیده‌ای که هیچیو درک نمی‌کنیم. کارون از تو آسانسور آره داشت پیچیده‌ای شروع کرد، الان هم چیزه عفافه میگفت خفه شید نظر ندید. نگاه کن دارن بدبختای اوکراین و پدرشون در میارن، نمیان این سویفت رو تصویب کنن. حالا تا الان نشده، شانس ما روزی که اپیزود پخش میشه شده، به خاطر اینکه منافع مالی دارن. بابا انسان داره از بین میره. بله ولی انسانم ولی یعنی مثلا خب اصلا یه زمانی خاک شما بوده، الان ترجیح مردم اون کشور، گفتم 75% کسایی که از 91 به دنیا اومدن به بعد، یعنی همسن و سالای ما که شوروی رو ندیدن، ترجیحشون اینه که اوکراین به سمت غرب باشه. درست و غلط هرچی به مربی میدن تو که نمیتونی مثلاشون تصمیم میگیری. یهو از این ور آقای تصمیم میگیره که نه دیگه مثلا ما میایم میگیریم اونجا. ولی خب از اونورم اینطوریه دیگه، غربم خودش انگولک میکنه دیگه، میگه اگه شما بیاین مثلا اینا میخوان بیان سمت ما، ما میخوان پایگاه نظامی بزنیم دیگه اون بغل. شکی نیست کلا بازی همش دیگه، یعنی این ور یه کاری میکنه کنش واکنشه، ولی تهش چون مردم عادی ان که به فنا میرن این بده. یعنی آقا اصلا شما دو تا ارتش رو بذار برن تو زمین بی‌طرف بجنگن، به ما چه شغلشونه دیگه، کشتن میدن. ولی وقتی به مردم عادی میرسه سیبیلیه. دیگه اون بی‌انصافیه دیگه، او پامش میاد کیو میگیره. آقا 4 میلیون نفر اونجا آدم هست. آره 4 میلیون نفر توی کیو. آره بعد اون تانکی که رفت رو اون پیره مرده، من خیلی ناراحت شدم. اون ماشینه داره تو میدون میره، یه تانک میاد فرت میره روش از عمد، بعد شانسکی پیره مرده از زیر اون تانک تو اون ماشین جون سالمه در میاره. دیدین تو؟ دیدی؟ نه با خبرشو خوندم. آره اون خیلی منو خونواجه شد. میدونی داشتم فکر میکردم، دیدی مثلا بورد گیم و اینا که بازی میکنی میخوای بری فایت کنی، خب مثلا تو انقدر یاده داری انقدر آره تاس میریزی میبینی مثلا این اونو میزن، بیا مثلا تو متاورس و اینا، آقا روسیه تاس میریزه 100,000 تا انقدر نیرو داره، نه چقدر 1 میلیون چیز داره، 2 میلیون رزرو داره، اوکراین مثلا 1/3 اینا دارن، میان اینجوری احتمالا رو بررسی کنن، تو متاورس برید جنگ کنید خروجی خب بررسی خروجی هرش خب میگیره کیو بدید به روسیه تموم شد بی خون و خون ریزی. نه این اصلا منطقی نیست، ولی چیز دیگه ریجکت کرد خودش ایده چیز دیسنترالایزد پالیتیکس، یه جوری آقا جلو اینو بگیرن دیگه، کشور نزنی. ولی میدونی نه کوروش زده حالا فعلا. آه بعد چیز جالب دنبال ثبتش چیز جالب، یه خبر میخوندم که این وسط آهرن آمریکا با چین در ارتباط بود، چون چین حالا نزدیک به روسیه است، اینا در تلاش بودن که به چین بگن که به روسیه بگه که آقا حمله نکنید و اینا. بعد اطلاعاتی که آمریکا به چین داده رو خبر اومده، واشنگتن پست فکر کنم نوشته بود که چین رفته داده به روسیه. یعنی عالی شد. یعنی چی اومدن چه اطلاعات داده بودن؟ مثلا آمریکا داره با چین مذاکره میکنه واسه اینکه با روسیه مستقیم مذاکره نکنه. یه سری حالا اطلاعات هم بهش میده، میگه مثلا ما میدونیم این حرکات انجام شد و اینا، به چین میگه که بیا برو به روسیه بگو شما حمله نکنید. چین میاد میگه مثلا آمریکا اینا رو میدونه. حواستون باشه. میره میگه اینا رو میدونه. از اونورم چین چند روز دیگه لابد میره به تایوان حمله میکنه و فقط همینا که هم داریم. چین به تایوان؟ آره دیگه اینجوری دیگه، هر کی فکر کنه یه کشوری برای خودش بوده یه زمانی دیگه شروع میکنه بهش. چین 2020 بود 21 بود هنگ کنگ هم چیز که گرفت کی بود؟ آره اونجا رو من اطلاعاتم ضعیف از من، ولی همچین اتفاق افتاد. آره یادمه که خیلی تظاهرات شده بود، ملت میمونن تو خیابونا تا نصف شب. آره ما هم میریم پرژن امپایر رو احیا کنیم به یاری خدا، برگردیم تمام کل ملاک رو بگیریم. از آثار اینجور چیزا یه چیز یه مثال خیلی ملموس بگم، ما دوباره تو آخر فکر کنم جمعه بود یا پنجشنبه یه مهندس خیلی بالا رتبه بعد میاد یه پلنی رو واسه ما امضا میکرد، محیطو میدید و طبق مشاهداتش امضا میکرد. بعد از قبل خیلی ما تعریف اینو شنیده بودیم، وقتی که اومد تو یه آقای قد بلندی بود، خیلی ایشون
هم قوز بدی داشت هم کج بود، یعنی بدنش کج شده بود، خیلی مشهود بود و اینا. بعد من به حالا کسی که اینو به شما گفتم، شما من این مهندس آقا دکتر اینا همین، گفت آره همین، حالا بعدا بهت میگم. بعد که رفت و اینا گفتش که این یک دوست دختر افغان داشته و دوست دخترش توسط طالبان کشته میشه توی افغانستان جدیدن. آره و این انقدر عاشق دوست دختره بوده، مثلا فکر کنم 53-54 سالش بود آقا، فارسی عصبی باش این فارسی کنم. یاد گرفته بوده به خاطر نه نه اتریشی بود فکر کنم، فارسی یاد گرفته بوده و عجیب عاشق و مایل دختره بوده و داشته اصلا میخواسته بهش پروپوز بکنه. بعد که این اتفاق میفته، این یعنی عکس قبلش هم به من نشون داد، اینا با هم رابطه کاری طولانی مدت داشتن، با هم بیرون اینا رفته بودن و اینا، یه عکس قبلش به من نشون داد، اصلا ما چیز شدیم، مثلا ترکید، یعنی اون فشار عصبی باعث میشه فشار عصبی روحیه این اصلا شکسته شده بود در این حد که کج شده بود، یعنی قشنگ پاس چیز بدنش، شکل بدنش هم قوز پیدا کرده بود هم این کج شده بود و درست نمیتونست حتی صحبت بکنه. بعد خیلی ما تحت تاثیر قرار گرفتیم و ناراحت که این عشق به این باحالی و اینا توسط همچین جریاناتی چجوری در پی خبرهای بعدی که داریم میدیم، میگن که تو 80 سال آینده ونکوور میره زیر آف. اینا دیدیم یا ندیدیم کجا میشه؟ آره آره ریپورت چیز من آره نشه بودش که توی 80 سال آینده یه سری شهر هستن که میرن زیر آب، ونکوور هم یکی از اوناست و در پی این اتفاق هم توی مثلا این 30 تا شهری که 36 تا شهری که ممکنه برن زیر آب، 226 میلیون نفر هم بی خانمان میشن. ببخشید تو ونکوور رو داری میگی؟ ونکوور و یه 36 تا شهر هم توی دنیا، ها تو دنیا که تا 80 سال آینده میرن زیر آب. ونکوور هم یکی از اوناست. درست. یه سری میرن زیر آب، یه سری هم خاورمیانه هم انقدر بیاب میشه اونا هم مجبور میشن کوچ کنن. برن کجا؟ هر جا بیاب میشه دیگه اون منطقه. چیز کلایمت چنجه. ونکوور هم تنها شهر کانادایی بوده که به اون لیست ونکوور بزرگ. آره چون مثلا ریچموند و اینا که کامل می نظیره. آره نه نه منظورم اینه که توی کل کانادا فقط یه شهر بوده ونکووره که به زیر آب میره. اون زلزله که قراره تو ونکوور بیاد میاد، بابا اون زلزله که قراره بیاد، ما هم موقعی که اومدیم هی به ما میگفتن زلزله قراره بیاد. تو که چیزی نیست، تو 10 سال اومدی. خب 14 سالهای سال تو اسکیل تاریخ ما همین چند روز پیش شد 14 سال. یه روزی میاد و آقا مبارک. آره آره 21 فوریه. خوش اومدید آقا. سلام باشید. اصلا سلامت باشید. کلی داریم پول میدیم واسش تو بیمه خونه. یه بخشش واسه بیمه واسه زلزله است. بیاد که اصلا محاسبه مثل که کرده بودن حجم شیشه‌ای که تو خیابون‌های دانتان ونکوور جمع میشه، اصلا یه مثلا چند متر رو زمین مثل که شیشه جمع میشه وقتی اون زلزله بیاد، اصلا نمیتونی رد شی. اصلا دیگه گود لاک حالا به خدا بخیر قرمز رو بزن. آره امروز اپیزودا خیلی دپرشن زیادی داشت، ولی خب این نشون میده که دقیقاً اخباری که در واقع داره اتفاق میفته، آره اتفاقی که داره تو جهان میفته، حالا چقدر دور و نزدیک، به هر حال روی همه ما یه تاثیر خیلی عجیبی داره. مطمئنم که بچه‌های ما توی حالا هفته آینده اگه خبر بهتری به شما دوره برمیگردم به اون روال شاد بودن خودشون، حالا کارون کمتر ماها بیشتر. آقا ناراحت بودن و فکر رو دغدغه داشتن هیچ اشکالی، من مگه من میگم اشکال داره نورمالایز بشه، هیچ اشکالی نداره. نه اتفاقا من میگم دارید اگه ناراحتی تا عضو بیاید با هم ناراحت باشیم، هیچ اشکالی نداره. نه اکید سعی نکنید خوشحال باشید که بعدن تاثیر بدی داره. یه کتاب دارم میخونم جدیده، مثلا چند 10 صفحهشو خوندم، یکی maybe you should talk to someone اسمشه. بعد میگه که چیز میگه که شاد بودن یه دونه خودش سایکیاتریک چیزه کاندیشنه و میگه که توی مثلا کتابا از این به بعد میارن اسمشو که اینم به عنوان یه مشکله، خیلی شاد بودنم مشکل حساب میشه الان.
پس همین هیچی دیگه نمیتونی ناراحت بودن که دپرشن که خودش سایکیاتریک کاندیشنه، شاد بودن هم هست، نرمال باشید دیگه، همطوری سوم و بک خیلی نرمال بدون هیچ احساساتی بشینید. یه چیزی از اون کتاب من سرچ فور مینینگ فرستادم برای خواب بود، گفته بود این که خوابش نمیبره بیاد اصلا فکر کنید که آقا نه من اصلا نمیتونم بخوابم، بعد این تاثیر معکوس روی اون مغز داره. این چیز دیگه ظاهرا حالا مغز این بازیار هم داره، تو روی یه چیزی که خیلی متمرکز بشی اتفاقا شروع میکنی ازش دور شدن. خب حالا اینو قبلا توی یه اپیزود دیگه از یه جای دیگه نقل کردم، یعنی هی بگی نمیتونی بخوابی واقعا میری میخوابی، بپذیری آره من نمیتونم بخوابم، میگه این باعث میشه که تو واقعا بری بخوابی، ولی هی تلاش کنی که نه من الان میخوام بخوابم ازش دور شم. این قضیه تو حالا یه سکس مس که خیلی تاثیر داره برای خانم ها، میگه تمام تمرکز روی این باشه که نه مثلا من باید ارضا بشم، اصلا ارضا نمیشه. اون فشاره باعث میشه که این اتفاق نیفته، ولی برعکس میگه اگه تمرکز جای دیگه ای باشه، اصلا روی اون لحظه باشه، روی پارتنر باشه، اگه اون اتفاق قرار باشه بیفته میفته. خودش آقا این که این مشکل رو ندارن، نه مرد خب طبیعتش فرق داره، اصلا خیره هم بشن به مدت زیاد به یه جا ممکنه که نه آره طراحی فرق داره. توی یه اپیزود دیگه ما صحبت کرده بودیم یاس فکر و اینام نداره آره یه اپیزود دیگه هم صحبت کرده بودیم برعکس این بود دیگه، میگفت اون کسی که دیگه این چیزایی میگن تلقین کنید بری جلو آینه به خودتون بگید خیلی زیبایید، آره آره میگه که توی اون حالت خب مغز میگه که خب من زیبا نیستم دیگه، اگه بودم که تلقین نمی‌کردم. مثلا چه می‌دونم یه آدمی مثل بیل گیتس جایی نمیره بگه من پول دارم، نیازی نداره. خب شیر باش آره کسی که داره مثلا کار میکنه جایی نمیره بگه من دارم کار میکنم. یه لوپه ها افتادی تو لوپ نهید لوپ الان میرسیم به ریل تو را سب کن یه ده دقیقه سب خیلی ریل تو رو بقیه دوستان. آره به اون مربوط بود. چی شد من اینو گفتم؟ بعد تو این کتابه اشاره دیگه هم میکرد خیلی جالب، میگفت یکی بودش که خیلی استرسی بود، وقتی مثلا آدم جدید و اینا میدید مثلا دستاش شروع میکرد عرق کردن و اینا. این بهش توصیه کردش که بابا مثلا سری بعدی داره این اتفاق میفته، به جای اینکه سعی کنی جلوشو بگیری انکارش کنی، یا بگو که تازه مثلا شما میبینی من اینقدر عرق کردم، این یک چهارم چیزی هم نیست که بدن من میتونه انجام بده. میگه اینو که میگی اصلا مغز یهو ریلکس میشه، باعث میشه کمتر از حالت قبلم توی اون شرایط قرار بگیری. حالا این خوشحالی هم داستانش همینه، تو وقتی هی تلاش کنی که خوشحال باشی، نه من چه راهی پیدا کنم مثلا آروم باشم، خوشحال باشم، یه عالمه کلاس و یوتیوب و دریوری و اینستاگرام و اینا هست، مغزت برعکس کار میکنه. باید تمرکز جای دیگه ای باشه، خوشحالی به خودی خود میاد، باید بای پروداکت باشه خوشحالی. دقیقاً آره همین، نباید هدفش خود بای پروداکت. من میگم ما همینجا اپیزودو ببندیم دیگه، اینقدر منطقی. یه سری کامنت داری برای اون بخونی آره. همه رو هم میخوای اسکیپ کنی؟ قبلش آره. یه تک اپیزودی هم من دیدم روی یوتیوب، میخواستم در موردش صحبت کنم. تک اپیزودی چی؟ مثلا همین بوئینگ فکر کنم، اونم یه اپیزود بود. آره تک اپیزودی ما نمیفهمیم داری چی میگی ولی ادامه بده. اسمش هست The Tinder Swindler، شنیدی؟ The Tinder what؟ آره آره منم اسمش شنیدم. اون چون کسیه که اسکم کرده بود. آره شیاری. خب پس شما ندیدید بگم اسپویل؟ نه من نمیدونم اونو. آره در مورد یه پسریه که خیلی سیستماتیک و میگه منظم و... آره از دخترها کلاهبرداری کرده، از طریق تیندر باشون آشنا میشه. خب بعد سیستمش خیلی هرمیه تقریبا، وقتی که توضیح داد حالا تو این داکیومنتریه. آره ایشون نشون دادن که بعد میشه موفق شد. کاری که میکنه مثلا با یه دختره آشنا شد، خب تو اینستاگرامش و نمیدونم تیک تاک و اینا همه پستای خفن پرایوت جت داره، نمیدونم رولز رویس داره، راننده داره همیشه اینا، و اینطوری خودش معرفی میکنه که پدرم تو کار الماسه و اصلا خانوادگی تو کار الماس هستیم و این پول و اینا از اونجاست. بعد شروع میکنه با این دخترها آشنا شدن، یه چند وقت که میگذره اینا اعتماد میکنن، هی هم دعوتشون میکنه مثلا هتل های خیلی
سطح بالا و نمیدونم ریخت و پاش‌های عجیب غریب، خاویار و فلان و اینا، بریز و بپاش شدید. بعد یهو این اعتماد اینا رو که جلب میکنه، به جایی که میرسه به اینا میگه که مثلا من یه مشکلی برام پیش اومده تو کار، تو بیزنس، یه سری دشمنایی دارم تو کار، مثلا الماس و اینا، پلیس و بانک و اینا همه حسابامو بلاک کردن و الان نیاز دارم مثلا به خاطر میتینگ های کاری که دارم برم فلانجا، نمیتونم بلیط هواپیما بخرم، فلان بلیط رو برا من بخر، یا مثلا اینقدر برا من کش بفرست چون دوباره فریز کردن. خلاصه پول زیاد به خاطر اعتماد جیه نگرم. چقدر عددش؟ آخرش چقدر جمع میشه؟ مثلا اینکه 10 میلیون دلار اینطوری از چند تا دختر. این اسکم. این اسکم. بعد کاری که میگه دردی که میگم هرمی بوده، اینجوری بوده که این پولایی که میگرفته از دختر اول داشته رو دختر دومی خرج میکرده، خوابیار میرفتن. آره، و اونو مثلا سرکار گذاشته بوده و اینا، بعد در مورد این داکیومنتری ساخته بودن که پولی کل. آره عجیبه. جینیس. جینیس که دیگه آدم دوزه دیگه، حالا جینیس نیست ولی خب جینیس هم از ست فوش بتر آقا. میتونی بفهمی کارون تنسه اینطوری اومده جلو. آره. میبینی یعنی اونجا الان میبینی چقدر فاصله ده من براش جا گذاشته بودم، همه فاصله ها رو که ذره شل بود میرفت اینطوری عقب، الان که تنس داره اومده جلو و خوش جمع کرده فاصله. آره، ها رو دریده. آره، عجیب گذشت. بخون برامون ببینیم کامنت چی اومده بوده. گفتن که کی گفته؟ رخزاد. سلام رخزاد جان. گفته وای من با داستان خواستگاری فرزاد اش توی چشام جمع شد، اکلیلی شده بوده. آره. دیکتاتور درون کارون هم یه لحظه شکوفا شد، اون لحظه ای که گفت نباید مفهوم کتابخونه رو زیر سوال برد. همه چیزو میشه زیر سوال برد برادر من. زندگی در دنیای آزاد یعنی این که هیچ مفهوم مقدسی وجود نداره، راجبه به هر چیزی میشه حرف زد و وجودش رو زیر سوال برد. درسته، زیبا گفته بودن. تقدس فقط مادر. رفیق بی کلک مادر. خب گفت رضا گفته که عجیب سر این اپیزود خندیدیم، ولی خب اینطوری که داره بوش میاد اپیزود دوم من بوده. آره دیدم کامنتر اینطور یه بوش میاد، قراره خودکست به جای باریک بکشه که نباید، ولی جدا از شوخی داشتن اپیزودهای اینطوری قشنگه به نظرم، ولی نباید اپیزودهای جدی هم فراموش بشه. نباید فراموش بشه. یکی تشکر کرده بود گفته بود چون من تکراری که نباید تازه با ما آشنا شده، گفت تشکر کرد که معرفی کردیم، گفتیم کیکیه کیکی کمک کرده بهش. کیکی آره. کی. Do you love me? Are you hiding? چون میشو همزمان با ایمان آره مشارک سو بود که یه چیزی مینداخت که صدا رو ماسک کنه دیگه. چی بگیم؟ محمد گفته بود که منتظر صحبت‌های هفته بعد کارون در مورد جنگ روسیه و اوکراین خواهم بود، تحلیل‌هاشو دوست دارم و نحوه برخوردش با چنین اخباریو. بعد کافی صحبت کردیم یا نه؟ داداش دیگه اجازه بده که سیطره انداخته بود. آره. نه دیگه. آخه چیز دیگه داری بگی؟ میشه از اینجا تو شما رو حرف زد. نه آخه میترسم خودمون اذیت کنه بیشتر. یعنی بعدم اطلاعات دقیقم الان از امروز نداریم، نمیدونیم چه اتفاق داره میفته. بذار زرف کنیم امروز. حالا تا ایشون فکر میکنم. سلام سینا هستم، 17 ساله از کرج. سلام سینا جون. خیلی پادکست خوبی بود. معلوم بود 4 روز بود که از اومیکرون خیلی اذیت شده بودم و همش سردرد و تب و لرز داشتم. بعد از این اپیزود خیلی حالم خوب شد. امیدوارم همینقدر که شما بهمون انرژی مثبت میدین همینقدر هم داخل زندگی خودتون اتفاقای خوب بیفته. انشالله بعید بدونم. اینو اون سری صحبتش کردیم دیگه، کامنت ها که می اومد همه می گفتن چقدر حال ما رو خوب می کنی. ما خودمون نداریم، بقیه داریم خوبه. حالا از یه دیگه باید بگیریم. یه سریان گفتن که نه نمیدونم، من خواستم جای دیگه برم. خب بعد 8 سیزن تازه رومن باز شده روی تو؟ بله درست گفتن. ما هم قبول داریم شکوفا میشه. نه اصلا هفته پیش خودم هم یه های عجیبی داشتم، انرژی باحالی بود، نمیدونم شاید به خاطر اینکه آفتابی بود.
آفتابی بود. آفتابی بود. فکر کنم به خاطر ستاره و اینا همه زاویه مارس و چی بود اینو در شما نفرسته یه میمی بکنم من دیدم چیز ولی زیاده در این رابطه هرچی بگی نوشته بود من مسئولیت اخلاق انگلیسی مسئولیت اخلاق گو همو میپذیرم نمیندازم کردن ستاره ها قرار گرفتن ستارگان استرولوژی امیر علمه نه ولی علمه خب چرا زیر سوالی میبری کار یکی هم این کامنت گذاشته بود برات خیلی جالب براتون فرستادم آره حرف زدن آدما که میگن من موفقم و اینا دلیل بر این نمیشه که واقعا آدم موفق باشن نه من دارم جوابشونو میدم خود کامنت چیه؟ کامنت این بود که کارون جان اگه که به انرژی و اعتقاد نداری آدم خیلی موفقی مثل تونی رابینز و اینا هستن که میلیونرن و فلان و اینا و اینم حالا میگفتن که چیز دانشگاهی داره ولی مطمئنیم که نداره این که اصلا انرژی درمانی و تونی رابینز یه آدم اینست که خیلی موفقه بعد میره میگه شما میتونید مثل ما موفق باشین خیلی ها بهش درم پول زیادی در میارن دریف نمیشه که خیلی حالا بهش اعتقاد دارن تو این رابینز و اینا من حالا شخصا ندارم ولی دلیل نمیشه که آدم بدی باشه میگم من نمیشناسمش شیادن اینا شیاد هفته نمیدونم واقعا حالا میشه اسمشو که شیاد ولی خب چی میخوای نشون بدی؟ اینو میخواستم همه با یه خبر بکنم میگم خبر یه کامنت از کست باکس دوباره بخونم بخون امیر گفته که سلام از نظر من این فرم جدیدتون خیلی بهتره خیلی وقتا پشت سیستم واسه کار میشینم و فقط خودکست رو گوش میدم که زمان برام سریع‌تر بگذره و نمیتونم روی موضوع تمرکز کنم اما این فرم جدید پادکستتون باعث میشه که هم زمان سریع تر بره و هم بین کارا با شوخ شما خندم بگیره و خستگیم هم کم شه این داستان این که نمیذارن مردای اوکراینی که 18 تا 60 تن خارج بشن من یادم افتاد حالا رو اینم بحث زیاده یادم افتاد ما دبیرستان بودیم تو قطار داشتیم میرفتیم مشهد بعد یه همچین بحثی شد یکی سوال پرسید که اگه مثلا پس فردا جنگ بشه تو حاضری از همین پرسن حاضرید برید یا نه بعد حالا مثلا الان شرایط مشابه بود ما هم که تو اون رده سندیم شما میرفتی من تو ذهنم اینه که میرفتم ولی تو کانادا جنگ میشد نه تو ایران اگه جنگ میشد من تو ذهنم اینه که میرفتم ولی خب حرف زدنش خیلی راحت تره تا اینکه موقعی که اتفاق میفته بگیری که داداش بعد یه مشکل دیگه هم که داره نه. اگر خودت هم بخوای بری اون خانوادت نمیذارن اونام یه حرفی توش میزنن دیگه قاعدتا یه نهی توش میارن دیگه نمیارن دیگه خب بخوای بری میری نه میدونم هر کاری بخوای بکنی آخر خودت انجام میدی ولی خب یه فشار دیگه هم هست از سمت خانواده و بقیه افرادی که توی زندگی هستن 100 درصد بخوز این که پدر مادر ما که جنگ ایران رو جنگش دیدن. هم دیدن دیگه آره مثلا اصلا صحبتشو بکنی که میگم ما اومدیم کانادا تو برگردی بری جنگ با زانو میان تو دهنت آره. ولی خب حالا اینجوری بهش فکر کنی که تو نری یکی دیگه باید بره نه کی بره خب همون خانواده تو هم در خطر آره. میگیره آره ولی خیلی سیزه میگم این جنگ کلن یه چیز خیلی عجیبیه کلن یه جوری زندگی آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده نه تنها کسی که توی اون منطقه هستن بلکه من و تویی که هیچ ربطی به نه سوریه نه روسیه داریم نه اوکراین مثلا تو کانادا نشستیم الان نگرانیم حالا یه مقدارش به خاطر اینه که ممکنه جنگه خیلی بیشتر بشه به ایران کشیده بشه مثلا نگرانیمون اینه یه نگرانیمو برای همون حالا یه شید. نگرانی برای آدمای معمولی که اونجا هستن هم توی روسیه و هم توی اوکراین و هم توی کشورهای اطراف که الان تو چه ترسی دارن زندگی میکنن که شاید این علفه به دهن شیرین بیاد مثلا بره بعدی هم بخواد بگیره خب ولی میگم خیلی تحت تأثیر قرار میده متاسفانه همه
انسان ها رو. یعنی اصلا مهم نیست که کجاست جنگه، بین کیه، چه قومیتی هستن، چه دینی دارن، چه جور آدمایی هستن، اصلا آدمای بد. یعنی اصلا بگیم که یه کشوری هست که فقط به ایران بدی کرده، اونم بره تو جنگ، بازم چون که آدمای معمولی هستن، آدم آره آدم ناراحت میشه. این دو سال گذشته چون شرایط اقتصادی حالا خیلی عجیب غریب بوده به خاطر داستان مریضی و اینا، تازه مثلا یه ذره داره فروکش میکنه و این موج اخیر داره کم میشه. ملت داشتن فکر میکنن حالا اقتصادا باید ریکاور کنن، نمیدونم، تازه تورم داره میره بالا، داشتیم میگفتیم که ریسیشن قراره بشه. یعنی من احساس میکنم یه مقداری از جنگم به خاطر همینه. یعنی اینا 2008 یه درسی که گرفتن این بود که دیر شروع کردن جنگشونو. جنگ چی بود 2008؟ چیز بود دیگه، بعدش رفتن با عراق جنگیدن دیگه، آمریکا رو فراق گرفت به خاطر ریسیشن بود، بعد از ریسیشن بود، بعدش رفت اونجا رو گرفت و همه یادشون رفت ریسیشن شد. نمیدونم اون موقع دقیق یادم نیست، ولی آره یعنی تازه دنیا میخواد به این فکر کنه که چجوری ریکاور میکنه اقتصاد رو. معدت بود؟ نه اگه معدت اون صدا رو داد که پول بیمه آقای مستر تیسی به شما بگیم. خب آره دیگه، میگم تازه میخواست ریکاور کنه که این داستان رو پیش اومده، باید ببینیم چی میشه دیگه. یه خبرم خوندم، نمیدونم حالا درسته یا نه، خب این بحث جنگ چند هفته است بوده تو اخبار و اینا، بعد ایرانیای به خصوص دانشجوهای ایرانی مقیم اوکراین، دختر رو خیلیاشون انگار رفتن برگشتن ایران، ولی پسر رو به خاطر داستان سربازی و حالا اگه مهر نیاز داشتن، اگه حالا مشمولن دیگه خیلیاشون، مشکل داشتن نرفتن، و اونم خب یه داستانی بود که یه خبری بود که من شنیدم. صحبت شده بود که گفت درخواسته بودن که بذاریم ما بیایم ایران ادامه تحصیل بدیم، ولی نگیرندمون، بگن شما مشمولین باید وایسیم برین سربازی. یه همچین چیزی مطرح کرده بودن. نمیدونم، سربازی اجباری هم خوش داستانی ها. دوستان عزیز مرسی که تا اینجا با ما بودین. این اپیزود 313 ما بود. دمتون گرم. ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که می‌خواید با ارتباط مستقیم داشته باشیم میتونید تمام فضای مجازی به ما مسیج بزنید، سعی می‌کنیم تا جایی که بتونیم بخونیم و جواب دوستان رو بدیم. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع دیگه برمیگردیم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.